خب با سلام خدمت هموطنان عزیز، امروز پنجشنبه دوم نوامبر هستش، ساعت 7:07. برنامه زنده دیگری در خدمتون هستم. امروز بیشتر صحبتامون در رابطه با بیزنس فور سلف هستش یا کسایی که سلف ایمپلوید هستن. تو هفته گذشته ایمیلای زیادی داشتم که در این رابطه صحبت کرده بودن، سوال کرده بودن، که بعد من فکر کردم که بهترین کار اینه که همونجوری که قبلا هم خدمتتون گفته بودم یه برنامه مختص بذاریم برای کسایی که بیزنس فور سلف هستن یا سلف ایمپلوید. بحث بسیار پیچیده‌ای هستش، کیس‌های مختلفی رو احتمالاً ریویو خواهیم کرد با هم دیگه. خوشحال میشم اگر صحبتی یا سوالی دارین، همونطور که عرض کردم برنامه چون لایف هستش میتونین از طریق فیسبوک کامنتی بذارین، سوالتون رو بذارین، خوشحال میشم که جوابتون رو بدم. اما قبل از اینکه وارد بحث امشب بشم، در رابطه با استرس تست هفته گذشته که صحبت کردم، یه موردایی بود که از من سوال شد که به چه صورت این استرس تست ورک میکنه و چه به اصطلاح ادوانتج هایی یا دیس ادوانتج هایی داره این تست، استرس تست. ببینید، استرس تست رو که همونجور که از کم خدمتون، از اول ژانویه قانونش به بازار میاد. کسایی که بخوان بر صورت چه اینشورد باشه مورگیجشون یا اینشورد نباشه، بایستی با بنچمارک یا ریتی که 5 ساله فیکس باند هست از طریق بانک اف کانادا اعلام میشه، کوالیفای بشن برای مورگیج. این یه بحث بود. یه بحث هم این بود که اگر کانترکت ریت بیشتر از اون بانک آف کانادا ریت بود، اون مبنای محاسبه کوالیفیکیشن میشه. صحبت سر این هستش که سوالی که به اصطلاح شده بود این بود که اگر یه همچین حالتی بشه چه اتفاقی روی چه اثری روی کسایی که میخوان مورگیج بگیرن میشه. ببینید، وقتی که شما با ریت بالا بخواید کوالیفای بشین برای اینکه مورگیجی بخواید بگیرین، نهایتاً و نتیجتاً اینکامی که به صورت حالا اعلام می‌کنین با توجه به داون پیمنتی که دارین می‌ذارین، چون ریت بالا برای کوالیفیکیشن شما استفاده میشه، مورگیج کمتری کوالیفای میشین. البته من پیش می‌بینم این هست، حالا اینکه حالا اتفاق بیفته یا نه باید دید، ولی صحبتایی که شده توی چنل، حالا بروکر چنل صحبتی شده، من فکر میکنم که لندرها برای اینکه بخوان یک فلکسیبیلیتی بر صورت برای کسایی که بخوان مورگیج بگیرن در سال جدید، تحصیلاتی رو قائل بشن. یکی از این چیزهایی که احتمال داره اتفاق بیفته، زیاد کردن امورتیزیشن هستش. الان برای مورگیجایی که اینشورد هست با 25 سال امورتیزیشن هست، برای کانونشنال یا آن اینشورد مورگیج 30 سال. ممکنه، ببینید این که دارم میگم، ممکنه که امورتیزیشن رو ببرن بالا، مثلا فرض کنید جای 30 سال 35 ساله بدن یا 40 ساله. فکر میکنم یه چیز حدود 6-7 سال پیش اگه اشتباه نکنم 40 ساله هم میدادن مورگیج. یکی از اتفاقایی که ممکنه بیفته برای اینکه بیشتر شما کوالیفای بشین نسبت به حالا اون استرسی که قرار تو مارکت بیاد، ممکنه امورتیزیشن رو ببرن بالا. یکیش این هستش. یکی دیگه هم این که ممکنه باز اون دت سرویس ریشیویی که به اساس مبنای اندازه‌گیری کردن اینکه شما چقدر مارکش کوالیفای میشین، اون رو هم یه مقداری جابجا بکنه. اگه این دوتا اتفاق بیفته، طبیعتاً اثر میذاره روی رقم مورگیجی که بخوایم بگیریم. حالا باید صبر بکنیم تا سال جدید ببینیم که به چه صورت این اتفاق خواهد افتاد، آیا اکسپشنی میدن، آیا این اجاستمنت تو مارکت انجام میشه یا نه. خدمت شما عرض شود که امروز بحثمون در رابطه با بیزنس فور سلف هست. بیزنس فور سلف یا وام خود اشتغالی یک پروداکت خیلی شلوغی هست به اصطلاح، بخوام اینجوری حساب بکنیم. من سعی کردم که خیلی تا اونجایی که بتونم تو این یک ساعت آینده که داریم صحبت میکنیم، امیدوارم که بتونم تو یک ساعت این رو کاور بکنم. اگر نشد
صد درصد هفته آینده ادامه میدیم این مسئله، یا اینکه اگر بتونم جا داشته باشه امشب از مدیریت بخوایم که یه مقداری وقت بیشتر به ما بدن، شاید بتونیم که بیشتر در خدمتتون باشیم. برای اینکه این مسئله برای شما بیشتر و قشنگتر جا بیفته که من امشب میخوام راجع به چی صحبت کنم، یه چند تا اسلاید من درست کردم که بتونم رو اونا توضیح بدم. اولین اسلاید رو با هم ببینیم که براتون توضیح بدم به چه صورته. ببینید، ما به طور کلی به کیا میگیم بیزینس فور سلف؟ دو دسته هستن. کسایی هستن که یه بیزینسی دارن که رجستر کردن، کسایی هستن که بیزینسشون رجستر نیست، اصطلاحا بهشون میگن نان رجستر. اونایی که رجستر کردن میتونه کورپوریشن باشه، میتونه سول باشه، میتونه پارتنرشیپ باشه. این دو دسته بیزینس فور سلف هستش که به عبارتی میتونیم طبقه بندی بکنیم، بگیم رجسترد بیزینس و نان رجسترد. حالا برای رجسترد بیزینس خودش باز داستانهای خاص خودشو داره، نان رجسترد داستانهای خاص خودشو. من سعی میکنم تا اونجایی که عرض کردم خدمتتون بتونم اون نکات مهمی رو که احیانا شما نیاز دارید بدونید برای اینکه تو چه کاتگوری قرار میگیرید و آیا آپشنی دارید که بخواید برای مورگیج اپلای بکنید رو امشب براتون توضیح بدم. اگر به هر دلیلی عرض کردم نشود، سعی میکنیم در برنامه آینده اینو توضیح بدیم. به اسلاید دوم که اگر نگاه بکنیم، توی طبقه بندی اول که رجستر بیزینس هستش، چه چیزهایی معمولا یکی بیزینسی که رجستر شده باید داشته باشه؟ ببینید، اگر شما بیزینستون رجستر شده هستش، حالا تو اون سه تا طبقه بندی که گفتیم، کورپوریشن، پارتنرشیپ و یا سول، شما باید یه همچین مدارکی رو داشته باشین. اگر بیزینستون اینکورپوریتد هستش، باید آرتیکل آف اینکورپوریشن داشته باشین. اگر بیزینستون سول هست، بیزینس لایسنس رجستریشن باید داشته باشین. پارتنرشیپ هم که هست، یه پارتنرشیپ اگریمنت دارین. این ستای اولی مربوط میشه به اون سه نوع رجستر شده یه بیزینس هایی که توی کانادا هستن. حالا من میگم چیزای بیزینس رجستریشن های اینکامنت رو براتون آوردم. نوع دیگه از رجستر شده بیزینس هم هستش که حالا من وارد اونا نمیشم. برای بیزینسی که رجستر شده، حالا نسبت به نوع رجستریشنش تی وان جنرال باید داشته باشه. این تی وان جنرال چیزیه که شما وقتی هر سال تکس میدید، حتی اگر حالا ایمپلوید هم که باشین، هر سال باید تی وان جنرالتون رو پر بکنید، در واقع تکستون رو باید پر بکنید که به اصطلاح پی بکنید به گورنمنت اگر چیز او هستین. تی تو جنرال مخصوص بیزینس هایی هستش که اینکورپوریتد هستن، کسایی که بیزینسشون رجستر شده اصطلاحا هم بهش میگن تی تو جنرال. اونم بازیه میگم اپلیکیشنی هستش که فرمایی هستش که معمولا حسابدارا براتون پر میکنن که تکستون رو اعلام بکنید. کسایی که بیزینسشون رجستر شده بیزینس بانک استیتمنت باید داشته باشه. پرسونال بانک استیتمنت برای کسایی هستش که بیزینسشون رجستر نشده، تو سول هستن. به خدمت شما شود که ببخشید، بیزنس رجستر شده سول هست ولی کورپوریشن نیستش، بانک استیتمنتش میتونه پرسونال باشه. اینوایس و کانترکت چیزایی هستش که تو هر بیزنسی به هر صورت وجود داره. و نوتس آف اسسمنت برای پرسونال و بیزنس. حالا پرسونالتون باز یه داستانی داره برای خودش و بیزنستون هم یه داستان دیگه. این چیزایی که هستش که داکیومنت هایی هستش که شما بایستی برای نوع بیزینسی که رجستر کردین معمولا هر سال به قول گفتنی حساب کتابتون رو که انجام میدین این مدارک رو داشته باشین برای که میخواین برای درخواست بکنین برای وام مسکن یا حتی تجاری. برای بیزینس هایی که نان رجستر هستن، اسلاید بعدی رو اگه با هم ببینیم، بیزینس هایی هستن که ثبت نکردن، مثلا فرض کنید بیزینسشون رو حالت کورپوریشن نداره، حالت جنرال پارتنرشیپ یا سول نیستن، هیچ رجستریشنی وجود نداره. یه شخصی هست یه کاری داره انجام میده، حالا کش میگیره، نمیدونم چک میگیره از جایی که داره کار میکنه، حالا کانترکت هستش، اینا رو همه رو توی به اصطلاح حساب شخصی خودش دیپوزیت میکنه. اصطلاحا این کسایی هستن که نان رجستر هستن، بیزنسشون رجستر نشده. طبیعتا برای اینکه اینکام اینجور افراد مورد بررسی قرار بگیره، انالایز بشه برای دریافت مورگیج، این تی وان جنرال میخواد و نوتس آف اسسمنت برای پرسونال که برای کسایی هستش که نان رجستر بیزینس هست. حالا من اینا رو دارم میگم، بعد میخوام یه آشنایی مختصری بهتون بدم که دارم راجع به چی میخوام صحبت بکنم، بعد وارد دیتیلز اینا همه دونه دونه میشم و براتون توضیح بیشتری خواهم داد.
ببینید کسایی که بیزنس هستن برای خودشون کار میکنن، بیزنس فور سلف هستن، عموما اینکامشون به دو دسته تقسیم میشه. خب اسلاید بعدی رو اگه ببینیم من براتون توضیح بدم. ببینید اینکامی که ما داریم، درآمدی که داریم صحبت میکنیم، دو مدل خواهد بود برای کسایی که سلف امپلوید هستن. یا پروف میکنن اینکامشون رو، لا اصطلاحا پروفبل اینکام میگن یا دیکلرد اینکام میگن، یا استیت میکنن، یعنی میگن ما اینقدر اینکام داریم. درست؟ برای این دو تا کاتگوری که برای بیزنس فور سلف هست، حالا اینجا دیگه مهم نیست که رجستر شده بیزنس یا رجستر نشده، توجه داشته باشید، برای میگم پیچیده است. حالا وقتی جلوتر برید متوجه میشید که از این شاخه به اون شاخه آدم باید بپره که اینا رو توضیح بده. ببینید وقتی که اینکام داریم صحبت میکنیم، حالا اینکام تو دو تا کاتگوری، حالا چه رجستر شده باشه چه بیزنس، چه رجستر نشده باشه، کلا دو دسته اینکام هست. یکی اینه که شما اینکامتون رو اعلام کردین، نهایتاً حالا چه کمپانی باشه چه شخصی باشه، حالا چه کمپانی، مثلا دارین خودتون به خودتون اینکام، مثلا درآمد پی میکنین یا حقوق به خودتون میدین، اون میشه پروفبل اینکام. نهایتاً چیزی که ازتون میخوان نوتیس آف اسسمنت پرسونالتون رو میخوان که ببینن چقدر اینکام لاین 150 نوتیس آف اسسمنتتون اینکام دیکلر کردین، و بر اساس اون اینکامی که شما روش تکس دادین میان اون رو به اصطلاح مبنای محاسبه مورگیج میکنن. یادمون باشه چه برای کسایی که رجسترد هست بیزنسشون که و چه کسایی که رجسترد نیست بیزنسشون، برای اینکه از بانک یا اصطلاحاً ایلندر بخواید مورگیج بگیرید، بانک ها معمولا دو سال هیستوری میخوان، یعنی دو سال تو این بیزنس باید باشید. توجه کردید؟ بنابراین کسایی که تو طبقه پروفبل اینکام یا دیکلرد اینکام مثلا میخوایم بریم برشون مورگیج بگیریم یا میخوایم اپلای کنیم برای مورگیج، باید دو سال مدارک اینکامشون رو بیارن. مدارک اینکامشون رو که بیارن، حالا چه کمپانی باشه، تو خودشون هم اینکام دادن، دیویدند به خودشون مثلا ممکنه داده باشن، چون حالا این بحث دیویدند هم حالا لابلا اینم بگم چون اینم ممکن سوال باشه برای خیلیا. دیویدند معمولا کسایی که سلف امپلوید هستن میان توی کورپوریشنشون درآمدشون رو حالا هر چی که از حساب میکنن، هزینه ها رو ازش کم میکنن، هزینه هایی که توی اون پریود زمانی سال مالی که داشتن از گروس اینکامشون کم میکنن، میرسن به نت اینکام. روی اون نت اینکام توی اون کمپانی که دارن حساب میکنن نهایتا میان تکس میدن. تکس که دادین بعد از اینکه نت اینکام، به اصطلاح هم میگن نت اینکام افتر تکس، اون چیزی هستش که انتقال داده میشه به سال آینده توی ریترن ارنینگ اون کمپانیتون، و طبیعتاً این هر سال همینجوری کیومولیت میشه، جمع میشه، میاد بالا و نشون میده که مثلا ریترن ارنینگ این کمپانی همینجوری داره نشون میده که سوداوری این کمپانی سود داره، سوددهی داره، و هر سال داره به این ریترن ارنینگشون اضافه میشه. خیلی از کسایی که تو بیزینس هستن یه روشی رو استفاده میکنن برای اینکه به خودشون اینکام بدن، این هست. یه مینیمم ویج رو برای خودشون در نظر میگیرن، مثلا فرض کنید میگن سالی 50000 دلار 60000 دلار به خودمون حقوق میدیم که تکس کمتری بدن طبیعتا، بعد هر سال هم به خودشون دیویدند میدن، یعنی از اون ریترن ارنینگی که حالا کیومولیت میشه هر سال میاد، یه بخشی رو به عنوان دیویدند به خودشون احتام، یعنی پی میکنن. خوبی دیویدند اینه که شما چون یک بار تکس دادین روی کورپوریشن، روی اینکامی که روی کورپوریشن بود تکس دادین، و این دیویدند بعد از اینکامیه که ازش تکس کم شده توی کمپانی، نهایتا اگر بیاید به خودتون پی بکنه خیلی خیلی پورشن خیلی کمی تکس مشمولش میشه. خب اکثر کسایی که کمپانی دارن متوجه میشه من دارم چی میگم، اکثر خودشون میگن به خودشون دیویدند میدن که تکس کمتری بدن، یعنی دو جا تکس ندادن در واقع، یه جا تو کمپانی دادن، تو وارد پرسونال که بیاد خیلی مینیمال هستش نسبت تکسی که میدن. اگر بخوایم اون دیویدند رو که به خودتون هر سال دادین به عنوان اینکام محسوب بشه براتون، یادتون باشه حداقل باید دو سال هیستوری داشته باشیم برای این کار، یعنی بیاد بیم توی تیوان جنرالتون که نشون میده برای دو سال گذشته، نشون داده بشه که یه بیس سالری برای خودتون گذاشتین 50000 دلار 60000 دلار، بعد مثلا سال 70000 دلار 50000 دلار 60000 دلار، حالا هر چی که هست به خودتونم دیویدند دادیم. این دیویدند
که 2 سال هیستوری داره به اضافه اون بیس سالری که به خودتون دادین 50-60 هزار دلاری که هستش، مجبورش میشه توتال اینکام اون سال شما به اصطلاح دارین کلیم میکنین و روش دارین تکس میدین. 2 سال هیستوری این دوتا رو میخوام برای کسایی که رجستر بیزینس هستن و خودشون اینکام میدن و اوریج این 2 سال رو استفاده میکنن برای اینکه شما کوالیفای بشین برای بیزینسی که میخواین انجام بدین. این 2 سال هیستوری حالا باز خودش یه داستانی داره. توجه داشته باشید که اگر شما سال اول، مثلا فرض کنید سال اول توی بیزنس هستین، حالا نه که سال اول توی بیزنس، سال اولی که میخواید حساب بکنید برای مورگیج کوالیفیکیشن اینکامتون میخواید حساب بکنید، اینکامتون اگه هست مثلا 100 هزار دلار نشون دادین، بعد سال دوم که میخوایم اوریج بگیریم هستش مثلا فرض کنید 50 هزار دلار. خب این دیگه اوریج نیست، به خاطر اینکه ریسنت ایر اینکامی که شما دارین اعلام میکنین کمتر از previous year هستش. اینه نمیان average حساب بکنه، همون 5000 دلار جدیده رو حساب میکنه. توجه داشته باشین اگه سال قبلش اینکامتون رو 100 هزار دلار اعلام کردین، حتما باید سال بعدش یا 100 هزار دلار باشه یا حداقل بیشتر از 100 هزار دلار باشه. تو این حالت هستش که میان average میگیرن. اگه شما فکر میکنید که مثلا بگید خب من پارسال 150 هزار دلار اینکام اعلام کردم، حالا امسال میام مثلا فرض کنم 70 هزار دلار اعلام میکنم، خب اوریج میگیرن دیگه، این 2 سال با هم جمع میکنم میشه یه اینکام. نه، سال دوم یا سال ریسنتی که دارن نگاه میکنن اگه اینکامتون کمتر از پریویوس ایر باشه دیگه اوریج نیست، همون اون سال حساب میکنه، چون داره نشون میده اینکام شما داره میاد پایین. توجه کردی به این نکته؟ توجه داشته باشی اینکامتون چون داره میاد پایین بنابراین اوریج نمیگیرن، اوریج زمانی میگیرن که نشون بده یا اینکام استدی بوده همینجوری داره میره جلو یا اینکه اینکام داره میره بالا. تو این حالت هستش که اوریج میگیره. برای کسایی که بیزینس فور سلف هستن، نان رجیسترد بیزینس دارن، بیزینسشون رجیستر نیست، همین فرض کنید یه کاری دارم، کانترکتور هستن، معمولا کسایی که حالا کارهای کانترکتی انجام میدن، پلامر هستن، نمیدونم کارپنتر هستن، حالا هر شغلایی که هستش، اینا بیزینس رجیستر نکردن ولی حالا ماه به ماه، هفته به هفته یا هر کانترکتی که دارن پولایی هستش که میگیرن، طبیعتاً چون بیزینس هم رجیستر نشده وجودی رو که دریافت میکنن اکثرا قاعدتاً بایستی دیپازیت بشه تو حساب بانکیشون. حالا خیلی هم نمیکنن این کارو، کش معمولا میگیرن دیگه نمیذارن تو حساب بانکیش، اونم یه داستان خاص خودشو داره حالا. ولی اگه دیپازیت کرده باشن تو حساب شخصیشون و به عبارتی آخر سال حالا یه اوریجی بگیرن که مثلا چقدر هزینه داشتن، چقدر سود کردن، چقدر نمیدونم اینکام گروسشون بوده، همون فرمول اکانتینگ یا حسابداری که بگم مثلا من اینقدر تو طول سال درآمدم بوده، حالا میام هزینه هم ازش کم میکنم میدم به حسابدارشون، حسابدارشون تیوان جنرال براشون درست میکنه و میفرسته. تو این حالت 2 سال تیوان جنرال میخوام برای کسایی که بیزنسشون رجستر نشده، اصطلاحا نان رجستر بیزنس بهشون میگن. باز اینم همون قاعده ای که عرض کردم خدمتتون بهش ابلاغ میشه به اصطلاح که اینکام جدید، یعنی سال جدید اگر کمتر از سال قبل باشه اینکام جدید رو حساب میکنن، نمیان دیگه اوریج بگیره. اوریج زمانی میگیرن که یا اینکام امسال نسبت به پارسال افزایش داشته باشه یا حداقل مساوی باشه. این 2 نوع اینکامی بود که برای کسایی که حالا یا رجسترد کردن بیزنسشون رو یا رجستر نکردن بود. این اینکام رو اصطلاحا بهش میگن پروفبل اینکام، یعنی اینکه شما اومدید اعلام کردید که بیزنستون چقدر اینکام داره. من سرمو میگیرم پایین نگاه میکنم ببینم کسی سوال کرده روی فیسبوک که بتونم جواب بدم. ببینید اگر پروفبل اینکام داشته باشیم که بگیم که مثلا فرض کن 2 سال گذشته اینکام ما اینقدر بوده، تو این حالت چون ببینید توجه داشته باشید به مسئله اینجاست که یه خورده کامپلیکیشن به وجود بیاد بین استدید اینکام و پروفبل اینکام. اگر 2 سال گذشته اینکام شما که دیکلر کردین و روش تکس دادین بشه یه عددی، خب مثلا فرض کنید بشه 200 هزار دلار اوریجش، یعنی که شما 200 هزار دلار اینکامتون هست. وقتی که پروفبل اینکام داره میریم جلو، هر چند شما بیزینس فور سلف یا برای خودتون هستین دارین کار میکنین، تقریبا کیستون میشه شبیه کسی که داره یه جا کار میکنه، کارمنده و 200 هزار دلار داره حقوق میگیره در سال. چون دوتایی شما، چون اون کسی که داره کار میکنه یه جا کارمنده 200 هزار دلار اینکامش هست
و چه کسی که 2 ساله توی بیزینس هست و 200,000 دلار کلیم کرده برای اینکامش، چون پروفبل اینکام هستش، تقریبا از همون مزایایی که اون کسی که ایمپلوید هست میتونه استفاده بکنه. اینجا دیگه نمیان بگن که اگر مثلا فرض کنید شما باعثی بیاد مثلا 10% داون پیمنت مینیمم بذاری، 20% بذاری، 25% بذاری، نمیدونم فلان. چون پروفبل اینکام هستش، با 20% اگر داون پیمنت بذارید و کوالیفای بشی نسبت به اون اینکامی که دارین و اون پراپرتی و مورگیجی که میخواییم بگیرین، اینشورنس شامل حالتون نمیشه. به خدمت شما شود که میتونید خونه یه دونه داشته باشین، میتونید 2 تا بخرین، میتونید 3 تا بخرین، از لانگ از که اون اینکامی که شما دارین نشون میدین جواب بده برای بازپرداخت بدهیاتون در ماه. توجه داشته باشید کسی که پروفابل اینکام هست، معمولا بیزنس هایی که ساکسسفول هستن و به عبارتی اینکام دارن نشون میدن توی برای خودشون، کریدیتاشون باید خیلی خوب باشه. یعنی داستان باید یه جوری باشه که وقتی که کیس آدم میبینه مک سنس بکنه. برای وقتی که مثلا فرض کنید میگی من بیزنس فور سلف هستم، تو 2 سال گذشته 200,000 دلار اینکام هم دارم نشون میدم، ولی مثلا فرض کنید کریدیت کارت ها همه پره. خب این مک سنس نمیکنه. میگی خب اگه مثلا تو داری 200,000 دلار به خودت حقوق میدی، چرا پس چقدر بدهی داری؟ توجه کرد؟ این doesn't make sense. برای همین معمولا کسایی که اینکامای خوبی دارن توی بیزینس فور سلف، به خودشون اینکام میدن، تکسشون میدن، کریدیتشون خیلی خوبه، بدهی با اون صورت ندارن و مریج میتونن بکنن. این همون حالتی هستش که لندرها بهش نگاه میکنن و خیلی از این نوع دیلا استقبال میکنن که بخوان بهشون مورگیج بدن. حتی کیسایی بوده، من خودم داشتم، که لیمیت نداره مورگیجشون، که چقدر لیمیت مورگیجشون باشه، از لانگ از کوالیفای بشن بهشون مورگیج میدن. خب فرقش اینه که با کسی که استیت میکنه این کام رو، اونا حالا لیمیت دارن، باید اینشورنس بدن، نمیدونم، خیلی کیسشون رو محدود میکنن نسبت به چیزی که میخوان بگیرن. اینو داشته باشیم تا اینجا برای پروفبل اینکام. حالا برگردیم روی استیتد اینکام. خب من الان دارم راجع به اینکه چجوری وام بگیریم از بانک ها دارم صحبت میکنم، یا اصطلاحا بانک ها و مونولاین لندر ها، یا به عبارتی ای لندر ها. داریم راجع به ای لندر با ریت های خوب داریم صحبت میکنیم. هنوز توی کیس بی من نرفتم. به خدمت شما عرض شود که روی استیتد اینکام، حالا برگردم عقب یا روی استیتد اینکام، روی استیتد اینکام چی میگه؟ استیتد اینکام، خب اولا باید 2 سال توی اون بیزینس باشی. حالا بیزنست میتونه رجستر باشه، میتونه نان رجستر باشه. خب اگر رجستر باشه که خب اون داستانایی که اونجا آیتمایی که بود گفتم، مثلا تی وان جنرال، تی تو، نمیدونم آرتیکل اف کورپوریشن، اینا رو میخواد. برای کسایی که نان رجستر هستن یا رجستر هستن ولی استیت دارن میکنن این کامیشن، یعنی چی؟ یعنی اینکه میخوام بگم من یه بیزنسی دارم، 2 سال هست مینیمم تو این بیزنس دارم کار میکنم، گروس اینکام هم مثلا در سال هست 170,000 دلار، ولی وقتی خزینه هامو ازش کم میکنم تو اون بیزینس، نت اینکام هم مثلا بعد از خزینه ها میشه مثلا 40,000 دلار، 30,000 دلار، 50,000 دلار، میاد پایین. اگه من بخوام با اون نت اینکام برم مورگیج بگیرم، به هم نمیدن. خب چون کوالیفای نمیشی، برابر این پروفبل اینکام نیست. اینو بهش میگن استیتد اینکام. استیتد اینکام الان کجا نگاه میکنن که این استیت، یعنی برآورد کردن اینکام، چجوری کلکیلیت میشه؟ میان نگاه میکنن به اون گروس اینکام شما برای اون نوع بیزینسی که داره. اولا نوع بیزینس خیلی مهمه، که بالاخره هممون داریم تو این شهر زندگی میکنیم، وقتی داریم راجع به یه بیزینسی صحبت میکنیم، همینجوری یه 2 تا 4 تا ما ایرانی ها خیلی خوبیم تو این چیزا، تا یکی میپرسیم کارت چیه، زود 2 تا 4 تا میکنیم، میگیم این مثلا انقدر داره میسازه. خب آندررایتر هم همینجوری هستن. وقتی که نوع بیزینس رو بهشون میگی، مثلا فرض کنید طرف کارپنتر هستش، یا مثلا فرض کنید پینت میکنه، پینتر هستش توی مثلا فرض، یا کانترکتور، کانستراکشن کار انجام میده، یه 2 تا 4 تا ساعتی هم که بکنید، حدودا میاد دستتون که مثلا یه همچین شخصی مینیمم ماکسیمم مثلا انقدر میتونه اینکام داشته باشه. این دقیقا همون فرمولی هستش که آندررایتر هم حساب میکنه. نوع بیزنس پس خیلی مهمه. نمیتونیم بیایم بگیم یه بیزنس مثلا فرض کنید چی بگم بهتون، مثلا مکانیک شاپ مثلا،
خب حالا من اسم میبرم نه که بگم مکانیک شاپ ها مثلا کم در میارن یا زیاد در میارن، من مثال دارم، این چیزی به ذهنم رسید دارم میگم. فرض کنید مثلا بگیم یه مکانیک شاپ در سال، مثلا فرض کنید میخوایم بگیم که 250,000 دلار گروس اینکامشه، تو دو سال گذشته هم نشون میده که 250,000 دلار گروس اینکامشه، بعد وقتی که اومده هزینه هاش ازش کم کرده و نمیدونم تمام اون تشکیلاتی که باعثی کم میشده، رسیده به نت اینکامش به 40,000 دلار، 50,000 دلار، 20,000 دلار، 10,000 دلار، بعضی وقتا اصلا بدهکار منفی هم میشن. خب بیزنسشون یه جوری میشه که دفعه اون در واقع سود هم نشون نمیدن، زیان نشون میدن. خب بعد شما میخوای برای اینا مورگیج بگیری، میان پیشت، مثلا میان پیشت میگن که آقا ما میخوایم مورگیج بگیریم، اینم کیسمونه، از بانک هم میخوای. خب اولین چیزی که بایستی تو استیتد اینکام آدم خودش راضی بکنه که ببینه اصلا کیس شدنی هست، درست هست، استیت که داری میکنی میک سنس میکنه، کردیت ریپورت. ببینید اون اولین برنامه‌ای که من داشتم راجع به 3-4 تا بیسیک صحبت کردم، گفتم 4 تا آیتم هست خیلی مهمه تو مورگیج. حالا الان متوجه میشین که الان داریم راجع به هر کیسی که صحبت میکنیم به این 4 تا خود به خود برمیگردیم. یکیش کردیت بود. کسی که داره استیت میکنه سالی 200,000 دلار، 150,000 دلار اینکامش هست، بایستی کردیت خوبی داشته باشه. درسته تکس نمیده، درسته که هزینه ازش کم کرده، خب ولی اگه یه دفعه بیا کردیت طرف رو ببینی، مثلا فرض کن 170,000 دلار بدهی رو کردیتاش داره، مثلا همش هم مکس آته، لیت پیمنت داره، بعد پیش خودت بعد مثلا نگاه میکنی میگی خب شما داری میگی من استیت میکنم که مثلا 200,000 دلار اینکام هم هستش، پس چرا اینقدر بدهی داری؟ It doesn't make sense که این پولا پس کجا را، تکس هم که ندادی، خب رو اومده همه رو کم کردی از هزینه ها دیگه، پس این پولا کجا رفته؟ خب اینجاست که اون آدر رایتر یا اون بانک میاد نگاه میکنه کیس شما رو، میبینه که something doesn't add up. خب این به اصطلاح میگن چی میگن بهش، میگن که این doesn't add up، که اینکامت میگی خوبه ولی بدهی داری، کردیت هم خرابه. خب این مچ نمیشه، داستان درست در نمیاد. بنابراین حواسمون باشه کسایی که میخوان استیتد اینکام برن جلو، حداقل با کردیت خوبی داشته باشن که بگه اوکی این گروس اینکامش اینقدر هستش، اومده همه رو هزینه کرده، این کار کرده اون کار کرده، ولی حداقل کردیت خوبی داره. کردیتت که خوب باشه تو استیتد اینکام و گروس اینکام، بعد حالا بتونی پروف بکنی که مثلا این 150,000 دلار، 170,000 دلار گروس اینکامی که میگی درآوردی، اینو چجوری میشه پروف کرد؟ خیلی ساده است. ببینید شما به بانک استیتمنت اون بیزینس وقتی نگاه بکنی، کافیه شما 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، حالا هر چقدر که بیشتر بهتر، بانک استیتمنت های اون بیزینس رو بگیری نگاه بکنی، یا بیزینس خودتون رو نگاه بکنی، 3 ماه بانک استیتمنت رو نگاه بکنی، ببینید ورودی یا اون دیپوزیتی که تو بانکتون گذاشتین، اکانتتون گذاشتین چقدر میشه. مثلا فرض کنید حالا بعضی از بیزنس ها هم سیزنال هستش، فصلی، حالا من راجع به اونا صحبت میکنم، مثلا زمستون ها کارشون خوابیده است، تابستون ها اوکی بیزنس شد، ولی حالا اوریج داریم صحبت میکنیم. شما 3 ماه استیتمنت بانکیتون رو که نگاه بکنید، یا 6 ماه نگاه بکنید، ورودی بیزنستون رو نگاه بکنید ببینید چقدره. فرض کنید مثلا میشه مثلا 100,000 دلار برای 3 ماه، اینو تقسیم بر 3 بکنید میشه ماهی مثلا 30,000 دلار. خب بعد اینو مثلا بیان ضرب در 12 بکنین، این میشه استیت کردن اینکام، یعنی این چیزی که داری میگی که من انقدر در سال میسازم، این تقریبا باید نزدیک به اون گروس اینکامی باشه که تو تیوان جنرالتون دارین نشون میدین. وقتی اینو بتونین پروف بکنین، کردیت هم خوب باشه، میشین استیت اینکام. حالا توی استیت اینکام بخواین برین چه کار باید بکنین که مورگیج بگیرین، اصلا چه جوری میتونین مورگیج بگیرین، چه پراپرتی های شما الیجیبل هستین که بتونین بگیرین، چه رقمی میتونین بگیرین. اینا باز دارم خدمتتون میگم، من ساعت فقط دارم صحبت بانک و مونولاین لندر ها رو میکنم، یا عبارتی ای لندر ها، به بی نرسیدم هنوز. تو این حالت که شما استیت باشه اینکامتون، مینیمم داون پیمنتی که میخواین 10% هست برای انشورد مورگیج، یعنی 10% داون پیمنت بذارید. طبیعتاً ماکسیمم والیو پراپرتی باید 1,000,000 باشه. وقتی صحبت اینشورد میشه 1,000,000 بیشتر پراپرتی نباید، بیشتر از 1,000,000 نباید باشه. وقتی که 10% دارین میذارین، نسبت به اون اینکامی که داریم استیت میکنین،
شما کوالیفای میشین برای مورگیجی که میخواین بگیرین که حالا اینشورنس هم بهش اد میشه. مکزیموم مورگیجی که اینه بهش توجه داشته باشید توی استیتد اینکام مکزیموم مورگیجی که شما میتونید بگیرید، حالا بعضی از بانک ها میگن 600 هزار دلار مورگیج، بعضی بانک ها میگن 750 هزار دلار. بیشتر از این بهتون نمیدن. خب اگر استیتد اینکام هستید و با 10%، 15%، 20%، 25% داریم میرین جلو، از بانک ها بخوایم بگیریم، مکزیموم مورگیجی که بهتون میدن بین 650 تا 750 است. بیشتر از این بانک بهتون مورگیج نمیده. یه خونه هم بیشتر نمیتونین داشته باشین، یعنی خونه دوم رو هم نمیتونین بگیرین از بانک ها. به این نکته توجه داشته باشین. من صحبتم فعلا بانک هاست. اینم داستان استیتد اینکام هستش. حالا لون تو ولیو یا اصطلاحا بدهیتون نسبت به ارزش خونه که چقدر باید باشه را که براتون گفتم، از 10% مینیمم شروع میشه که اینشورنس باید بخریم، بعد 15%، 20%، 25% تا 35%. کسایی که استیتد اینکام هستن، حتی اگر شما 35% دام پیمنت بذارید، تا 35% بذارید، بایستی اینشورنس بخرید. یعنی فکر نکنید چون دارین 35% میذارین، مثلا زیر 35% میذارین، چون بالای 20% میذارین پس اینشورنس نباید بگیرین. اینشورنس باید بگیرین. حالا باز بستگی داره به اون لندری که دارین کار میکنین. پریمیوم براتون میگیرن لندرها و به عبارتی تا سقف 650-750 مکسیموم بتونین بگیرین. حالا اگر بیاین روی 35% بذارین، یه نتفورت هم ازتون میخوان، میگن ادیشنال چه میگم on top of the down payment additional funds is required. برای مثلا فرض کنید نتفورتتون که بگین مثلا من 35% دارم میذارم، استیدم دارم میکنم، اینکام هم هستش، اینشورنس دیگه نمیخوام چون 35% تا 35 میخواد. خب 35 که میذاری دیگه اینشورنس نمیخواد، ولی جاش ازتون نتفورت میخوان. حالا این نتفورت چی هست؟ نتفورت چیزی هست که نشون بدیم مثلا یک سال پیمنت مورگیجتون تو حساب بانکتون هست، نمیدونم، یا دو سال پیمنت مورگیجتون تو بانکتون هست. این بحث استیتد اینکام و پروفبل اینکام برای قسمت اول یا همون ای لندرها هستش. اگر به اسلاید بعدی نگاه بکنیم، من اینجا سعی کردم براتون یه خورده خلاصه بکنم که بین A lender و B lender چه داکیومنت های معمولا نیاز هستش. ببینید برای پروفبل اینکام یا اون اینکامی که دیکلیر کردین، شما باید کوالیفیکیشنتون بیس آن دیکلیر اینکامتون هست. اینو که توضیح دادم براتون، هر چقدر که اینکامتون باشه نسبت به اون اینکامتون میتونید مورگیج بگیرید. کردیتون باید اکسلنت باشه، یعنی وقتی دارین میگین اینکامتون بالاست، برابر این کردیتون باید خوب باشه. برای مورگیج لیمیت ندارین، یعنی هر چقدر که کوالیفای بشین نسبت به اون اینکامی که دارین، دو سال اوریج پروفبل اینکام، مورگیج میتونین بگیرین. لیمیت نداره روی این مسئله. پراپرتی، چند تا پراپرتی میتونین بخرین، تو اینم باز لیمیت نداره، از لانگ از که کوالیفای بشین. خب اونایی که پروفبل اینکام هستن. دام پیمنت باید از اون سورس باشه، گیفت نمیتونه باشه تو این حالت. خب یعنی اینکه داریم میگیم بیزینس موفقه، اینکامتون خوبه، به خدمت شما عرض شود که همه چیزتون یه پکیج خیلی عالی هستش، بنابراین کسی جلوتون رو نمیگیره که اگه مثلا فرض کنید خواستی خونه دوم، خونه سوم، خونه چهارم، رنتال، نمیدونم اینوستمنت پراپرتی، هر چی خواستین بتونین بگیرین، از لانگ از که اون اینکامی که تو نوتس و اسسمنتتون داره نشون میده دو سال کاور کنه اینا رو. اینا رو کاور کنه، لیمیت نداره. درست. حالا برگردیم به همین اسلاید دوباره، روی بی لندر نگاه بکنیم. حالا همین شرایط اگر کسی داشته باشه که مثلا فرض کنید بخواد حالا بیاد با بی بره کار کنه چه جوریه. اگه بی بخواد بره، به خصوص اونایی که استیتد اینکام هستن، اونایی که استیتد اینکام هستن اگر بخوام بیان برن با بی لندر مورگیج بگیرن، کوالیفیکیشنشون دوباره بر اساس همون دیکلرد اینکام یا استیتد اینکام هستش. حالا چرا هست ممکن سوال بکنید خب این کسی که دیکلرد اینکام هست چرا اومده تو بی؟ خب ممکنه مثلا فرض کنید یک کسی که 200,000 دلار، 300,000 دلار، 400,000 دلار مثلا اینکامش رو تو پروفبل اینکام نشون داده،
بعد با قانون بانک ها که بخواد بره باید به نت اینکامش نگاه میکنن که چقدر کوالیفای میشه برای خونه. مثلا فرض کن دو تا خونه آردی داره، خونه سوم دیگه نمیتونه بگیره با اون نت اینکامی که داره نشون میده، ولی گروسش مثلا فرض کن نتش هست 200 هزار دلار، بیزنسش گروسش هست مثلا فرض کن 700 هزار دلار، 500 هزار دلار، 600 هزار دلار. حالا تو این حالت اینی که A بوده و دو تا خونه الان داره، حالا میتونه بیاد توی B یه خونه دیگه هم بگیره. تو این حالت اون استیتد اینکام رو نگاه میکنن. توجه که اینکه میگم یه خود بیزنس فور سلف یه خود کامپلیکیتد هستش، از این نظر هستش که شما میتونید A باشین، میتونید خونه داشته باشین دو تا سه تا چهار تا، حالا هر چی که هستش که کوالیفای هستین رو اون خونه سوم چهارم میتونید بیان تو B بگیرین اگر تو A کوالیفای نمیشین. تو A میان بر اساس نت اینکام کوالیفایتون میکنن، تو B میان بر اساس گروس اینکام یا استیتد اینکام کوالیفایتون میکنن. برگردیم به اسلاید دوباره. توی این حالت کردیتتون بایستی ریزنبل باشه توی بی که میخواین برین. مهم نیست حالا اگه یه مقدار بدهی دارین، مهم نیستش که اگر مثلا فرض کنید ممکنه مثلا اندررایتر اون سختی که مثلا توی ای میگیره ازتون توی این حالت نمیبره اگین، ولی باید ریزنبل باشه. اینجوری هم به این معنی نیستش که مثلا فرض کن حالا الان میتونید مثلا یگانم بدهی داشته باشین، کردیتتون خراب باشه، بعد بیان برین مثلا از بانک مورگیج، از بی لندر مثلا مورگیج بگیرید. نه، به اون سفتی که مثلا فرض کن بانک ها پالیسی دارن که باید این باشه این باشه این باشه، یه مقداری سلوتر هستش، نرمتر هستش. ببرادیم توی بی که بخوایم برین، لیمیت برای مورگیج نداریم. البته ببینید من میگم چون انقدر این داستان هستش کامپلیکیشن زیاد توش هست، این که من بگم لیمیت نداره تو مورگیج با توجه به داستانیه که الان ما داریم توی مارکت میبینیم، ممکنه بعضی از بیلندرها براتون لیمیت بذارن. اوورال اگر کیستون کیس خوبی باشه که بشه ریسک رو برای لندر انالایز بکنه که بگه آه این بیزینس خیلی خوبه، چند سال تو این بیزینس بوده، نمیدونم اینجوری و اونجوری و اینا، میتونی مثلا روش یه چالش داشته باشی. ولی الان با اتفاقی که الان پارسال برای هوم تراست افتاد، حالا همتون حتما میدونین، یه مقداری بیاد اگریسیو شد در گلوبال لیمیت مورگیجاشون، الان خیلی کم کردن، ولی دارن دوباره برمیگردن به اون حالتی که قبلا بوده. مثلا این که من میگم اینجا نو لیمیت برای مورگیج، آره اگر استیتد اینکام باشین خوب نشون بدین بیزینستون رو، نمیدونم به یه شرط داره، البته شرطش اینه که به گورنمنت چیزی بدهی تکسی نداشته باشین. خب اگه بدهی دارین به تکس و اینا اونم پیشه ایران نداشته باشین، میتونین بیاین از بی مورگیج بگیرین، حالا خونه دوم، خونه سوم، اینوستمنت پراپرتی، حتی میتونین خونتون رو ریفایننس بکنین. ببین توی حالت اول که ایل هستش به خصوص برای استیتد اینکام، خیلی ها میگن ما خونه هم مثلا الان 1.5 میلیون میارزه، ولی مثلا 500-600 تا روش مورگیج داریم، میخوام بیام از بانک ریفایننسش بکنیم، مثلا اکوتی رو بکشیم بیرون بریم یه خونه دیگه بخریم. خب کسی که استیتد اینکام داره، میگی خود داره میگه استیتد اینکام، اگه بخوای بیای با بانک ریفایننسش بکنی بگیری، ماکسیمم لون تو والیو یا ارزش یا مقدار دلار والیو مورگیج نسبت به ارزش پراپرتی میشه لون تو والیو. اینو که نگاه بکنن ماکسیمم چیزی که بودم دست 65% ماکسیمومش اینه. خب یعنی اگه مثلا 600 هزار دلار روی خونتون بدهی دارین، مثلا اگه حالا خونتون هم 1.500 1.600 میارزه، یه چیز بوده مثلا 975 هزار دلار 1 میلیون مثلا فرض کنید، میشه 65%ش. ولی آیا بانک بهتون میده؟ نه، چون شما آردی مکس رو گرفتی 600 تا 750 هزار دلار. پس برای این اصلا there's no point که بخوای خونه تو ریفایننس بکنی با بانک و بخوای اکویتی بکشی بیرون. ولی حالا میای اینجا نگاه میکنی میگی که اوکی من بیزنسم خب موفقه، دارم کار میکنم، تکس نمیدم مثلا، یا تکس دارم کم میدم، یا مثلا نشون ندادم، نمیدونم این داستانایی که حالا توی هر بیزنسی هستش. خب تو این حالت چه کار رو باید بکنم؟ ولی دلم هم نمیخواد که opportunity که توی مارکت هست که بتونم یه خونه دیگه بخرم رو از دست بدم. خب دو حالت داره، یا اول از اول باید بری تکس خونه رو، مثلا تکس بیزینس تو بدی که اصلا حالت اون حالت پروفابل اینکام بشه که بری بانک حالا بر اساس اینکامت بگیری، یا اگه اون کار رو نمی‌کنید مثلا تکس کمتر میدین، یا مثلا فرض کن حالا هزینه‌هاتون بالاست، حالا هر چی، راه دارین برای اینکه خونه دوم بگیرین، خونه سوم بگیرین اگر استیتد اینکام بخواید برین با بی. خب میتونین بیاین خونه که با بانک دارین
ریفایننسش بکنین، تو این حالت دیگه اون داستان 70 مثلا 65% تا 70% تو نمیدونم اون داستان دیگه نیست توی بی، تو دنیای بی دنیای از دیفرنت ورلد. خب تو این حالت میتونید بیاین و روی به اصطلاح 20% مثلا اصطلاح 80% لون تو والیو، یعنی 20% اکوئیتی بذارین توی خونه بمونه، بقیه‌شو بتونی اکوئیتی کات بکنه. حالا اینکه چقدر اکوئیتی کات بکنم باز خودش داستان داره. اکوئیتی تک آت بیلندرها هم میگن که بایستی اون رقمی رو که دارین از توی خونه میارین بیرون بدونن برای چی دارین استفاده میکنین. من حالا تا $200,000 قرض کردم تو سری قبلی، کوشن به اون صورت ازتون نمیکنن که این پول برای چی میخواین، ولی اگر بالای $200,000 باشه، اگه بگی میخواین یه پراپرتی دیگه بخرین، دست اوکی، یعنی بهتون این پولو میدن. حالا اینکه حالا یه دفعه این پولو بهتون بدن هم باز خودش داستانی هست، ممکنه این پولو ریلیز نکنن یا ریلیز بکنن دست لویرتون مثلا نگردن، تو حساب لویرتون بشینه، اصطلاح میگن سالستر رو دایرکت میکنن که مثلا اون پول تو حساب تراست سالستر بمونه و سالستر این پول رو استفاده بکنه برای خونه دومی که شما میخواین بخرین به عنوان investment property اگر بیشتر از $200,000 هست. داشتم کسایی که بالای مثلا فرض کن 400-500 تومن بوده مستقیم به خود کلاینت دادن لندرها، ولی میگم این کیس اگر مثلا حالا بخوان یه به اصطلاح محکم کاری بکنن، این پول جایی نمیره، پیش سالستر میمونه تا شما خونتون رو بگیرید که برای داون پیمنت خونه بعدی استفاده کنید. برای این دنیای بی لندر با دنیای ای لندر خیلی فرق میکنه. یادمون باشه دنیای ای لندر مخصوص کسایی هستش که همه چیزشون پرفکته و بایستی با پالیسی و دنیای ای مچ بشن. مچ که شده تو این حالت میتونین دیگه با ای کار کنین، ولی اگر دیدین تو ای هستین میخواین بیاین بیرون، بیاین تو بی، یا اینکه از ای به قول گفته کوپونتون پر شده دیگه نمیتونین با ای کار کنین، میخواین اونی که دارین نگه دارین، بیاین تو بی یک اینوستمنت مثلا پراپرتی دیگه بخرین رو استفاده بکنین. یه ساعت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردم بهتون. Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long-term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. خب خدمت شما شد که ما بحث ای رو تموم کردیم. میگم من خیلی سعی کردم تازه مختصر و مفید حرف بزنم راجع به این بیزنس فور سلف. روی بی خب داستان جور دیگه هست، شما بتونین ثابت بکنین که توی بیزنس بودین، حالا not necessary 2 years، میتونین زیر 2 سال هم باشه توی بی بخواین برین، حتی رجستر نشده باشه بیزینس تو میتونین با بی برین بگیرین مورگیج. فرق بی با ای این هستش که معمولا ریت هاشون یه مقداری بالاتر هستش، یک لندر فی دارن که مثلا فرض کنید خب چارج میشین سر اون، و دیگه خدمت شما شود که پروداکتشون هم به نظر من برای کسایی که استیت هستن، استیت اینکام هستن و دوست دارن که از این اپورتونتی استفاده بکنن برای خریدن خونه، پروگرام خوبیه برای کسایی که استیت هستن. این برنامه بیزنس فور سلف تا اینجا که اومدیم جلو، یه چیزی یادم رفت بگم، اونم این هستش که ما همونطور که داشتیم صحبت میکردیم برای دنیای A و B اصطلاحاً اینشورد و آن اینشورد مورگیج هست برای کسایی که سلف امپلوید هستن. عرض کردم خدمتتون دنیای A اینجوری بخوایم حساب بکنیم،
اگر استدید اینکام دارین میرین جلو تا 35% داون پیمنت که میذارین اینشورد میشه مورگیجتون خود به خود تا 35%. این 35% بذارین دیگه اینشورنس نمیخواد. خیلیا پیش خودشون میگن نه ما 25% که میذارین دیگه اینشورنس نمیدیم. نه شما نمیدین. لندر برای خودش اینشورنس میخره شما رو خودش رو پروتکت بکنه ولی از شما چیزی ممکنه نگیره. ولی تا 25% شما بذارید تا 25%ش شما میدین اینشورنسشو. اگه تا 20 مثلا فرض کنیم 24% خورده ای بذارین اون پریمیوم اینشورنس شما میدید. از 25% به بالا بذارید شما دیگه اینشورنس نمیدین. شما دیگه اینشورنس نمیدین ولی اون لندر برای خودش برای پروتکشن خودش اینشورنس میخره خب و اصطلاحا مورگیج شما اینشورد میشه. اینکه من میگم زیر 35% میذارین زیر 35 مثلا مورگیجتون اینشورد میشه، سوال اگه براتون پیش میاد که چجوری میشه پس ما گرفتیم ولی اینشورنس ندادیم، به این خاطر هست تا 25% شما اینشورد اگر بخواید 25% بذارین اینشورنس و بخرین، بالای 25% بذارین شما نمیخرین لندر میخره ولی شما مورگیجتون اینشورد میشه. اینم گفتم بگم یادم نره. در رابطه با استدد اینکام روی بی ایو من تقریبا تموم کردم. میگم خیلی داستان داره ولی نمیخوام خیلی بحث شاید براتون جالب نباشه که بخوام حوصله‌تون سر بره بخوام این چیزا رو بگم براتون. تا صبح میتونم راجع به قضیه حرف بزنم ولی ترجیح میدم که همین حالت بمونه تا اگر احتمالاً سوال چیزی بود که من در خدمتتون باشم. ولی توی دنیای بی میتونین نوع بیزینسی که دارین، گفتم دیگه 2 سال و 3 سال و 4 سال مهم نیست، خوبه ولی مهم نیست که مثلا بگید من 2 سال کار ندارم بیزینس ندارم ولی میتونم از بی مورگیج بگیرم. جواب آره هست میتونین بگیرین اگر حتی 6 ماه یه بیزینس رو رجستر کرده باشین یا حتی اصلا رجستر نکرده باشین بیاین بگین یه بیزینسی هست من خودم دارم تو خونه انجام میدم 6 ماه 1 سال دارم کار انجام میدم. از لنگ است که بتونین بانک استیتمنت برای اون لندر پروواید بکنین ببینین که من تو این 6 ماه انقدر درآمدم بوده و بعد اوریج بگیرن انوال اینکام در بیارن اونو میشن بی برین بگیرین. با بی مینیمم داون پیمنتی که باید بذارین 20%ه که بخواین بگیرین مینیمم داون پیمنت، چون عرض کردم روی دنیای بی اصلا اینشورنس و اینا دیگه وجود نداره. خب ولی یه راه خوبی که داره برای بی که بخوای کسایی که 10% یا 15% میتونن بذارن ولی نمیتونن برن از بانک بگیرن مورگیج، حالا کردیتشون ممکنه یه مقدار خراب باشه یا مثلا فرض کنید بیزنسشون زیر 2 سال بانک بهشون نمیده یا کانترکت هستن، خب اینا ناامید نشن. اینجور افراد میتونین مورگیج بگیرین. اینجاست که میگم بعضی موقع بی هم لندر خوبی هست. البته به اعتقاد من چه بی چه ای جفتشون خوبن، هر کدومشون برای یه چیزی ساخته شدن. خب ولی این مثلا یکی از نمونهایی که میخوام براتون بگم، شما فرض کن یه بیزنسی داری که مثلا زیر 1 سال هستش، حالا یا بیزنسه یا یه جا کانترکت هستی، نمیدونم تکس نمیدی، مثلا فرض کن روی پیرول نیستی، زیر 1 سال یه کاری داری میکنی، 15% هم بیشتر داون پیمنت نداری بذاری، خب بانک که نمیتونی بری به خاطر اینکه بانک مینیمم 2 سال از شما هیستوری میخواد. توجه کردی؟ اون 2 سال نداره چیکار کنم؟ بعد وایسم 1 سال دیگه بگذره تا من هیستوری داشته باشم بعد برم خونه بخرم؟ خب 1 سال که بمونم برم بعد بخوام خونه بخرم، خونه‌ای که مثلا فرض کن الان مثلا بوده 1 میلیون، سال دیگه ممکنه بشه مثلا حالا 1.5 1.7. خب بعد اون موقع داون پیمنت هم اون 10% یا 15% جواب اونو نمیده، خب من چه کار بکنم الان؟ جواب خیلی راحته. ببینید شما با 10% با 15% اگر یه بیزنسی دارین که زیر 1 سال هست و نشون میده که مثلا تو بیزنس تو بانک استیتمنتتون پول داره میاد و میره، خب میتونین بیان با بی بگیرین. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که شما با 10% 15% میان یه مورگیج حالا 90% نمیدونم حالا هرچی که لون تو ولیش باشه بگیرین، اصطلاحا هم بهش میگن باندل. حالا شما این لغتایی که من استفاده میکنم شاید زیاد به کار بردش براشون خوب نباشه، مثلا شما متوجه نشین چی میگم، اصطلاحا 2 تا مورگیج میگیرن روش. خب حالا یا میشه 1 مورگیج اصطلاحا یا 2 تا مورگیج میگیرن بهش میگن باندل. بعد شما یه پیمنت البته داری، خب بعضی موقع شاید بشه 2 تا، ولی اونی که میگن 2 تا میرن سکند مورگیج میگیرن رو خونه میذارن، من اونو صحبت نمیکنم چون اون ریتش بالاست، اینترست اونلیه. من راجع باندل دارم حرف میزنم، این پروداکت خیلی خوبیه برای کسایی که با 10-15% میخوان خونه بگیرن. میان میگن ریت فرست مورگیج و سکند مورگیجشون یکیه، این هیچ فرقی نمیکنه. بعد شما این خونه رو میگیری، حالا 1% هم فی مثلا به لندر میدی که حالا بروکر فی هم جای خودشو داره که حالا اینم هر بروکری واسه خودش یه داستانی داره
کی چقدر چارج میکنه، برای چی چارج میکنه، اصلا باید چارج بکنه نکنه، نمیدونم، این دیگه با خودتونه. ولی بیلندر یادتون باشه همشون بدون استثنا 1% رو چارج میکنه، یه بخشی هم میدن به ورکر، حالا چقدر میدن بستگی داره. بعد شما 1% رو میدین، 15% هم دان گذاشتین، خونتون رو میخرین، 1 سال توش زندگی میکنین، اون بیزینسی که 1 سال توش بودین 1 سال گذشته، حالا شده 2 سال. شما 15% دان گذاشتید، 1 سال گذشته 5% هم اومده رو خونتون، شده حالا 20%. خب حالا میتونین بیان ریفایننسش بکنین یا سویچ بکنین برگردین تو بانک، چون 2 سال هیستوری دارین، نزدیک 20-25% هم اکویتی تو خونتون هستش، راحت میتونین استردش کنین برگردین تو بانک با ریت خوب. خوبی بی اینجاست که شما این فرصت رو، این اپورتونتی رو از دست ندادین که بتونین مثلا فرض کنین خونه رو بگیرین سال بعد دور برگردین بانک، یا اینکه اگر نمیتونستین این کارو بکنین بعد وام میسادین سال بعد 2 سال هیستوریتون پر بشه، تازه شاید اگر میتونستین خونه رو اون موقع بگیرین، حالا قانون قوانین عوض بشه. حالا اینم راجع به بی بود. من می‌خواستم بگم توی این سلف ایمپلوید یک اکسپشن همیشه هست نسبت به کسایی که کار بیزنس بر خودشون دارن، و اونم کسایی هستن که رو کامیشن هستن، مثل ریلتورا، مثل مورگیج بروکرا، کسایی که روی کامیشن هستن. کسایی که رو کامیشن هستن طرف بانک اگه بخوام برن بایست پروفابل اینکام برن. بی برو برگرد، پروفابل اینکام باید برن. اگر بخوای با 35% down payment هم بری، نه که نه، میشه، ولی نگاه میکنم به نت اینکامتون که نت اینکامتون چقدره. استیت اگر بخوای بکنی با کامیشن یه خورده مشکل هست با بانک. خب نجاتا کسایی که کامیشن هستن، ریلتورا، مورگیج بروکرا، اینشورنس بروکرا، نمیدونم کسایی که کار کامیشن انجام میدن، اینا بایستی اینکامشون خوب باشه، حداقل اینکامی که دیکلر میکنن یا نشون میدن که توش تکس میدن یه چیزی خوب باشه که بتونن برن با بانک با ریت خوب بگیرن. اما اگر فرض کنید حالا یه کسی میاد میگه من کامیشن هستم ولی هزینه هم زیاده، آخر سال دیگه اینکام هم به اون صورت چیزی نیستش، 35% داون پیمنت هم ندارم که بذارم مثلا، یا نمیخوام بذارم 35% که بخوام برم با بانک بگیرم، تازه اگه اینکامش جواب بده که بخواد بانک بگیره، این حالت شما باز میتونی بیای با بی. خب با همون 10%، 15%، 20%، 25%، 30% دیگه هر چقدر که داون پیمنت داری، حالا چی میخواد توی بی؟ توی بی میخواد که نشون بده که شما حداقل 1 سال داری اون کارو میکنی. کسایی که کامیشن دارن میگیرن معمولا T4A میگیرن، T4A شون مال سال گذشته یا سال قبلش، اگه 2 سال باشه که فرق حل مراد، T4A شون نشون میدن که مثلا گروس اینکام ما اینقدر بوده ولی خب هزینه هامون کم شده رسیده به منفی، یا مثلا فرض کنید چیز. تو این حالت میتونی با 20%، 25%، حتی بعضا تا مثلا فرض کنید با 15% داون پیمنت هم میتونید باندل هم بریم بگیرین اگر مثلا کیسون خوب باشه. اینم گفتم بگم بهتون که برای کسایی که کامیشن هستن که میتونن با این سیستم بی هم برن جلو و بگیرن، و اگر احتمالا سال بعد یا سال بعدش این کامشون خوب شد میتونن برگردن به سمت بانک. ساعت هستش دقیقا 8، برنامه ما فکر میکنم تموم شد، بعید میدونم به من وقت بدن. وقتی داریم یه مقداری میتونیم صحبت کنیم، یه 5-6 دقیقه فکر میکنم به من میتونیم صحبت بکنیم. ببینید اینم که من گفتم راجع به کامیشن، برای ناامید نشین کسی که کامیشن، من خودم مثل شما، منم خودم کامیشنی هستم، اینه که چیز بدی هم نیستش. ببینید بانک اصولا میخواد که شما وقتی که مورگیج میگیرین خیال راحت باشه که شما میتونید بابت پرداخت، باز پرداخت اون بدهی که ایجاد میکنه براتون بتونید پی بکنین بدهیتون رو. برای همینه که چه حالا پروفبل اینکام باشه، چه استدید اینکام باشه، چه کامیشن اینکام باشه، هر چی که باشه، مینیمم 2 سال ازتون میخواد که ببینید تو 2 سال گذشته شما چه کار کردید، بعد نسبت به اون کاری که کردین حالا بعد میان کاتگوری میکنن که این پروفبل اینکام، این استدید اینکام، این نوع بیزنس قبوله، کریدیتش خوبه، همه اینا رو نگاه میکنه، بعد میاد بهتون مثلا فرض کنید مورگیجتون میده. یه چیزی که من توی مارکت زیاد دیدم توی این 14-15 سالی که دارم این بیزنس رو انجام میدم،
خیلی از دوستان ما که سلف امپلوید هستن، بیزنس فور سلف هستن، با ترس و لرز میان. مثلا بعضی موقع میگن آقا مثلا ما میخوایم مورگیج بگیم، میترسیم، نمیدونیم میدن بهمون نمیدن بهمون. بعد من میگم خب چرا مثلا فکر میترسی که بهتون مورگیج نمیدن؟ میگم آره به ما گفتن شما اینکام اینجوریه نمیدن بهتون. بعد من رفتم مثلا کیسشون نگاه کردم، بعد میگم خب اینا این شما مثلا میتونی از بانک مورگیج تو بگیری، اصلا مشکل نداری، میتونی اینجوری بگیری، میتونی با بی بگیری، میتونی این کارو بگیری. بعد خودشون سورپرایز شدن، گفتن پس به ما گفتن که اصلا ما اصلا نمیدونیم کاری بکنیم. بعد گفتم برید حتما ایمپلوید باشید و نمیدونم باید فول تایم باشی و فلان و اینا. در صورتی که انقدر پروداکت زیاد هستش الان برای کیس های مختلف مورگیج، اینکه به نظر من خودتون این چیزایی که حالا میشنوین یا میخونین رو زیاد روش توجه نداشته باشید، حتما با فایننشال ادوایزرتون، مورگیج بروکرتون صحبت بکنید، کیستون رو بگین، کیستون رو براتون باز بکنن ببینن به چه صورت هستش. پروداکت زیاد هستش، من اینو بارها دیدم که میان و میبینم که اصلا کیسشون کیسیه که خیلی راحته، میشه راحت انجامش داد و بدون هیچ هدکی. بعد که انجام شده تازه فهمیدن که اصلا نه، چیزی که فکر میکردن نبوده. اینی که خواهش میکنم در رابطه با کیستون حتما با مورگیج بروکرتون، فایننشال ادوایزرتون صحبت بکنید، شاید بتونید راه کوتاه‌تری رو نسبت به مثلا فرض کنم اون چیزی مورگیجی که میخواییم بگیریم، خونه که میخواییم بخریم داشته باشیم. خب به خدمت شما شود که برنامه ما امشب تموم میشه اینجا. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. من سعی کردم تمام چیزهایی که برای سلف امپلوید بود کاور بکنم امشب. اگر سوالی دارید یا فکر میکنید من چیزی رو جا انداختم، حتما با من در تماس باشید. من این هفته میخواستم ایمیل هایی که هفته پیش برای من فرستادین رو بشنم، اونا رو براتون توضیح بدم، صحبت بکنیم با هم دیگه. ولی خیلی مسئله سلف امپلوید رو، البته تو خود ایمیل هم بود که سوالای راجع به سلف امپلوید کرده بودم، من گفتم این سلف امپلوید رو با توجه خودم هم دو سه جلسه پیش قول داده بودم که یه برنامه رو اختصاص بدم به سلف امپلوید، این رو امشب خواستم تمومش بکنم، دینم رو بهتون عده کرده باشم. هفته دیگه باز ما دیگه کلن لایف هستیم، از پنجشنبه ساعت 7 شب تا حالا 8 صحبت شده. اگر برنامه کشش داشته باشه که مثلا فرض کنید بحث داشته باشیم تا 9 هم بریم، صحبت شده. ولی خب حالا باید ببینیم برنامه اون چجوری پیش میره. هفته دیگه من جواب ایمیل هایی که هفته پیش فرستاده شده و احتمالا این هفته قرار هست حالا میفرستین برای من یا سوالایی که هستش برای میفرستین صحبت خواهیم کرد. موضوع خاصی الان به ذهنم نمیاد که بخوام راجبش الان بگم براتون میخوام صحبت بکنم. فکر میکنم اگر بخوام راجب چیزی صحبت بکنم برام، به خصوص الان که خود مارکت هم اسلو هستش، ممکنه در رابطه با کانستراکشن مورگیج بخوام براتون یه صحبتی بکنم، چون خیلی ها رو میبینم که خونه میخرن، میخوان خراب بکنن، میخوان بسازن، مراحلش رو شاید نمیدونن، یا اگر بخوان مثلا کانستراکشن بگیرن چه کار باید بکنن، چه جوری چه مراحلی هستش، همه اینا رو از اون مرحله اول تا اون مرحله آخر براتون توضیح خواهم داد. راجب کانستراکشن فکر میکنم مورد استقبالتون قرار بگیره و پاسخ به ایمیل های هفته‌ای که گذشت و هفته‌ای که قرار هست بیاد رو میدیم. پس هفته دیگه ست کنیم برنامه‌مون برای کانستراکشن مورگیج. اگر هم سوال چیزی بود تو این هفته لطف کنید با من تماس بگیرید. ایمیل من هست rafi@amgtv.ca، تلفن من هم که 416-402-8973، وبسایت هم که mortgagetransit.com. به خدمت شما عرض شود که یه نگاهی بکنم سوالی چیزی نیست. نه همه داشتن گوش میکردن، خدا رو شکر سوال نبود، خودم خسته شده بودم گفتم سوال بکن. شبتون خوش، هفته دیگه کانستراکشن مورگیج و سوالایی که تو هفته گذشته و این هفته که قرار هست بیاد با هم ریویو میکنیم. شب خوش.